را میشیم با اسمت وطن پرست از بستگان 11 نفر از اعدام شدگان سال 67 که از استکهلم همراه ما هستن. خانم وطن پرست خوش آمد میگم به شما، سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. برای اونها که شما رو نمیشناسند، یا ما در همین برنامه با شما صحبت کردیم گفتید، ولی برای اونها که شما رو ندیدند بفرمایید که این 11 نفری که در ایران اعدام شدن به دست جمهوری اسلامی چه نسبتی با شما داشتند؟ من اسم اول درود بر شما میفرسم، درود بر مادر پویا بختیاری، پویا بختیاری میفرسم، درود بر ما که واقعا زنده ین و ایتو دادخواه بچه هاشون هستن. درود بر آقای بختیاری میپرسن که امید دارن که سلامت باشه، صداشو بلندتر کنه علیه ای جلاد جبارا آدم کشا، که واقعا ما چه مردمون بدبختی بودیم که واقعا ای گروه از جامعه دچار ایران ما شد که ما به این روز سیاه شد. من یه مادر آواره شده، داغدار، من 11 تا عزیز از دست دادم، 2 تا دخترم، 2 تا دامادم، 3 تا برادرم، خواهر زدم، پسر خالم، 2 تا دامادم، دامادم غلام خوشبوی، 3 تا برادر. واقعا گفتنش برام خیلی سخته، فقط فکر میکنم که هیچ جلادی تو دنیا، نه موسولینی، نه هیتلر با مردمش ایتو نکرده، جمهوری اسلامی با ما. اگر واقعا گفتنی نیست که جمهوری اسلامی از روزی که پا تو ایران گذاشت، من همین همون روز شروع که به کشتن تا الان که الان داره میکشه. خانم وطن پرست، صحبت ما با خانواده هایی که پیش از این برحال آقای نیکنام و خانم شیرپیشه بر سر این بود که جمهوری اسلامی به خانواده ها فشار میاره برای اینکه صداشون رو بلند نکنن، از دادخواهی حرف نزنن. منتها شما مال دهه دیگری بودید، در دهه‌ای که حتی گفتن از اینکه فرزندان و عزیزانتون اعدام شدن هم خودش جرم بود. با شما بعد از اینکه عزیزانتون رو کشتند چه کردند؟ من از روز 7 تیر که به خونه ما حمله کردن، خونه ما واقعا اگر یعنی گفتنی نیست، نمیتونن تعریف کنن که چیتو ما از او خونه فرار کردیم. بعضیا به ما کمک کردن که جون سالم بالاخره در ببریم. یعنی از روزی که من از خونه فرار کردم، نه از بچه ها میتونستن خبر بگیرم. من خودم 2 سال تو خونه های مخفی بودم، بچه های من دستگیر شده بودن و من اطلاع نداده بودم. من خبر مرگ اینا 1 روز شنیدم، تو یه حادثه از یه حادثه فرار کرده بودیم، رفتیم توی یه خونه، او خونه نمیدونستن که ما کی هستیم. اونا تعریف از بچه های من میکردن، دختر بزرگ من همراه من بود، تعریف از بچه های من میکردن که من هیچ اطلاعی نداشتم که اینا چه سرشون اومده، به من نگفته بودن که چه شده. یعنی من خبر مرگ غلام خوشبوی اعظم با جلیله توی سر یه شامی که نمیتونستی من بگم من مادر اونایم، نمیتونستم من بگم، دستان ایجوری خوش شده بود، غذا گذاشته بودن رو میز ما غذا بخوریم، دستان خوش شده بود، فقط بهشون نگاه میکردن، حرف دیگه نمیتونستم بزنم، فقط تا فردا بعد از اون باید چکه آب منو نگه داشتن اونجا. خبر مرگ 3 تاشون من 1 بار شنیدم که واقعا اگر به زمین آسمونم بگه آتش میگیره که من چه کشیدم،
شکشیدم نمیدونم نمیدونم چرا زنده یاسین بایست. واقعا مادر ستاره بهشتی درود میفرستم به سلام میکنم به دیگر زرنگی و داد خواه عزیزان هستی، مادر خاوران درود میفرستم بهشون که صدای داد خواهیشون دنیا گرفته. من اینجا آبرو بره روجی مخابلی نمیذارم، شما خیالتون راحت باشه. اگر شما نمیدونین واقعا چه روزگاری ما با سر کردی توی زمانی که به من گذشته، من چه کشیدم از همه جور، از همه چی کشیدم، از همه مصیبتی کشیدم، از همه چی بدتر توی جای تاریک و واقعا یخ زده گرفتار شدم، چشم به یکی نمیخوام، یعنی خیلی سخت و بیدم، خیلی سخت و ناگواره. امیدی دارم که هر چی زودتر جمهوری اسلامی نابود بشه، مردم بدونن که چه سر بچه هاشون. نه قبر دارم، نه عکس دارم، نه خبر دارم بچه ها کجا قبیدن. ست تا برادر من کشتن، نمیدونم کجا هستن. عزیزه من نمیدونم هستن چه بر سرشون. خدا و من چطوری زنده هستن، جون سختی ماله نمیاد. اگر نه واقعا من نباید زنده باشم. چه کشیدم، خدا میدونه چه کشیدم. چرا 25,000 تا به تو خونه من ریختن؟ یعنی شما تصور کنین 25,000 تا بریزن توی خونه. آیت الله رو منبر صدا می که میگو بیرین بکشینشون، میرختن اونایی که تربیت کرده و خونه های مردم میگرفتن و غارت میکردن، هرچی دستشون میمد کوتاهی نمیکرد. وای 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 چقدر ما بدبخت بودیم که این قشر از جامعه دچار ایران ما شده بود. واقعا خیلی متشکرم، سپاسگزارم از اینکه با ما صحبت کردید. عصمت وطن پرست، کسی که 11 نفر از اعضای خانوادش به دست جمهوری اسلامی در دهه 60 کشته شدند. ممنونم مادر، خیلی متشکرم که با ما صحبت کردید، سپاسگزار از محبتتون. در ادامه میخوام در ادامه بگم یادتون نره عزیزه که دست پاشون بریدن انداختن تو قناته جهرو، نه تنها بچه های جهرو، بچه های لار، بچه های لامه، بچه های حسا، بچه های سیمیرون، بچه های کازرون، همه شون تو قنات جهرون کشتن. خدایا 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 تو کی بودی اینا آفریدی انداختی به جون ما ایرانیا. از روزی که اومدن شروع کردن خلبانا ارتشیا کشتن تا روزی که الان که هنوز زنده هستن، 43 سال داره میگذره. من مردم ایران خواهش میکنم بلند شیم سر پا، بقیه بچه هاتون هم میکشم. خیلی متشکرم، سپاسگزارم از حضورتون، واقعا محبت کردید که با ما صحبت کردید، سپاسگزارم از عصمت وطن پر.